بهترین نواکه هم بخورم. آی دکتر، من میتونم لباس بپوشم، لباس بیمارها رو، و دو شب برم تو این بخشای شما؟ سوال میکنی؟ میخوام برم، میتونم؟ نه، قانونن خیر، شما نمیتونم. از رئیس بیمارستان روانپزشکی خواستم مرا بستری کند. حالا نمیشه یه کاری بکنیم برم. با عذاب وجدان که سزاوار من در صف بودند. این بیمار کجا ببرم؟ یعنی این بیمار خطرناکه. من تو آرژانس یه هفته موندم تا تخت خالی شه. 90 بیمار ما لیست انتظار داریم که نوبت هستن بلافاصله بیان جایگزین بشن. میگن برو 3 روز دیگه خونه. ای من دیگه این بچه رو نمیتونم. تابلوی بیمارستانو دیده این بچه؟ صدای ناله های سوزناکی میآید. هر کجا میرویم این صف هم همراه ما هست. توی صف وایسادم. آهن دارو. من میخوام خوب بشم اینجا. پرسر خواهش میکنم. من خوب شدم. مادرم خوب شدم. آقا فرمک داریم. ما تمام تختمون پره و به همین دلیل خب به حال اون رو بدون تخت میمونن و به این دلیل مشکلات خودش رو به خانواده در درجه اول به جامعه میبرن. آنهایی که تخت گیرشان نمیآید برمیگردند به شهر. بعد تعجب نکن وقتی صفحه حوادث روزنامه ها را میبینی. آنچه نادیدنی است آن بینی. تمام پسر دنیا را ازی میکنم میکشمشون. نمیدونم کراک بود، یه ماده سفید رنگی بود، بالاخره دادن به من، بردم توی نسکافه هم ریختن. به هم ریخته بودم پدر مادرم و میخواستم خفه کنم. دیدم همشان میگفتند ما را اشتباهی آوردن اینجا. خیلی راحت تو اجتماع میگردن و اصلا نمیخوان بپذیرن که بیمار اعصاب و روانه. من طوریم نیست، پدرم من آورد اینجا. هیچ نوع مرضی ندارم، حالم خوب، نرمال هستم، خواهم تحقیق بشم. زاهد پرست از حال ما آگاه نیست. زاهد ظاهرپرست خودش هم اعصاب معصاب ندارد. آمپول هالپریدول و بایپریدینه که معمولا برای بیماران پرخاشگر تزریق میشه. جالب این که روش‌های درمانی امروز این نیست که فقط هست. آمپول بزنی. بعضی جاها 90 راه برای درمان روان هست که یکی دارو درمانی است. همه راه‌ها که نباید به سرنگ ختم شود. یکی نبودن پرسنل آموزش دیده در حوزه درمان‌های غیر دارویی که با مشکل جدی داریم. مسئله بعد هزینه این درمان‌های غیر دارویی که نه بیمه تعریف کرده این قسمت رو و خب هیچ کس هم زیر بارش نمیره. دارم به این فکر میکنم ما واقعا آمار حالا نه دقیق ولی نسبی از اختلالات روانی و روانی‌های سرگردان داریم. حالا یک لحظه فکر کن جای کارمند یا پرستار یا پزشک یک بیمارستان روانی هست. استرس خب به طبع اثر میذاره. آدم مرتب شما فکر کنید تو بخش میای، تو درمانگاه میری، هر جا میری مریضا رو میبینیم، ناخودآگاه رو ما میخوره اثر میذاره. خودشون هم دچار استرس میشن، خودشون هم علائم استراب و افسردگی رو نشون میدن. کارکنان بیمارستان ها بعضی از آنها هر چند وقت یک بار یک فصل کتک مفصل میخوردند. در حدی که مغنه و لباس و مانتو به طور کامل پاره شد و یه مقدارم آسیب دیدم. این چیزی که ما هر روز باش در ارتباط هستیم اینجا تمام همکارا. یه خدا سخته، درد زیاد داره، سخت. بعد یک پرستار با حوصله‌ای که خودش دستش شکسته بود زود می آمد تمام این کتک ها را روی نمودار می برد. این اتفاق شد هر روز، روزی 3-4 بار مواردی پیش بیاد که نمودار آسیب فیزیکی این مرکز ما داشتیم. سال 28 مورد رو اشاره می‌کنیم. بچه معلوم برن. و در زندگی آدم ها گاز گرفته خانم. در زندگی آدم ها گازهایی هست که مثل خوره به جان آدم می افتد. همسر پیرمرد را به تخت اشتباهی کردم، زن جوان گرفته می شد. با احترام به مکمورفی، مجید سوتدلان، غلامعلی مادر و نمکی مسافران مهتاب. مسافران مهتاب اینجا تاب نمی آورند. از بالای دیوار پریدم. مسافران مهتاب یک لحظه غفلت کافیست فرار کنند. از بالای همین دیوارها هر چند روز یک بار یک تخت مگر اینجوری خالی شود. بیمارستان اعصاب و روان بیمارا دوست ندارن به خاطر اینکه داروهایی که مصرف میکنن، حالتهایی که براشون به وجود میاره رو دوست ندارن. الفرار، حتی به قیمت اینکه بخواهی از اتوبان رد شوی و فاجعه ای راه بیفتد. ممکن در حین فرار، بعد از فرار، توی خیابون، توی اتوبان احتمال آسیب هایی به خودش یا به دیگران هم بزنه. در کوچه غم ماندم و جست و خرید. الفرار در فرصت آواز خوان شدن دربان ها.
الان خیلی خوبی داده شما خوبی سلام باشه بله چند وقت پیش یکی دیگه دوباره رفت از اینجا از اینجا که بله یه بیمار بود اومده دوای نوار مغزی بعد دیگه حالات گارد داشت بله یکی دیگر هم فرار کرد حدس بزن بیمارهایی که از اینجا فرار میکنند کجا میرفت آن بودی ما رفتی من خوب بشم اینجا ناراحتی اعصاب داشتم معرفی کردن اومدم اینجا بس صورت همو نشون بده بگو با دیگران بودیم و رفتیم